بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر شاگردای خوب سنف هشتم امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته ایتان به خوبی خوانده باشید در نهمین جلسه از مضمون بیولوژی سنف هشتم هستیم ابتدا با یک دیگر درس گذشته را یک ارزیابی کنیم و بعد بریم ببینیم که در جلسه نهم بیولوژی سنف هشت ما و شما چی چیزی را یاد خواهیم گرفت <applause> خوب شاگردای خوب او شاگردایی که درس گذشته را به خوبی خواندن حالی نوبت میشه نوبت میشه که به سوالات ما پاسخ بدید سوالات ما در قالب جملات صحیح و غلط هسته شاید برای شما سوال پیش بیاید که این جملات صحیح و غلط از نظر ارزشش در ارزیابی بهتر است یا سوالات تشریحی ما برای شما شاگردای خوب بگم که سوالات تشریحی موضوعات کلی را ارزیابی میکنه اما سوالات صحیح و غلط سوالات جای خالی و سوالات چار جوابه یا چار گزینه ای دقت زیاد شما را میطلبه کسانی که درس بخوبی به خوبی به دقت خوانده باشه این سوالات را به درستی پاسخ میده ان که امروز ما و شما بتونیم به این سوالا به درستی پاسخ بدیم سوال اول نباتات غیر وعایی انساج زایلم و فلویم دارد خب در جلسه گذشته به یاد دارید ما و شما در رابطه با چی نباتاتی صحبت کردیم؟ آفرین شاگردای خوب ما اگه به یادتان باشه جلسه گذشته ما در رابطه با خزه ها با یکدیگر مطالبی را یاد گرفتیم خزه ها متعلق به نباتات غیر وایی بود اصلا اگر شما ای را هم فراموش کرده باشید از بیولوژی سنف هفت خاطر حتما خواهید داشت که انساج وایی همون انساج انتقالی بود همو زایلم ها و فلویم ها پس ما و شما وقتی میگیم نباتات غیر وعایی هست انتظار داریم اون نبات دیگه زایلم و فلویم نداشته باشه پس این جمله ما و شما غلط است سوال دوم نباتات غیر وعایی ساقه برگ و ریشه ابتدایی داره این جمله هم جمله غلط است به خاطر ای که ما در مبحث خزه ها خواندیم که خذاها که همون نباتات غیر واقعی بود ساقه برگ و ریشه حقیقی نداشتند در عوض یک قسمت دیگری به نام چی داشتن آفرین به نام ریزوئید داشتن یا ریشه نما که به کمک ریزوئید بود آب و املاح و مواد معدنی را جذب میکردن سوال سوم خزه ها به کمک ها آب را جذب می کند. همونطور که عمل برای شما توضیح دادم این جمله ما و شما جمله سعی خود بود. سوال بعدی لیور ورس و هارن ورس نبات غیر است. این جمله جمله سعی است. مثال هایی است برای نباتات غیر امروز که در رابطه با نباتات وعایی بخوانیم چند گیاه دیگر آشنا میشیم چند نام دیگر یاد میگیریم که مربوط به نباتات وعاییه که اگر در یک جایی در سوالات چارگزینه ای صحیح و غلط یا جای خالی بیایه شما باید این مثالا را برای هر نباتی جداگانه یاد بگیرید پس لیور ورس و هارن ورس هر دو جزء نباتات غیر وایی بود خب شاگردای خوب امروز یک کم یک قدم پیشتر میریم و نباتات وعایی رو میخوانیم اما نباتات وعایی بدون دانه یا بدون تخم همون سرخس‌ها، ها شما نام سرخس زیاد شنیدید اما امروز ما و شما میریم تا از نظر علم بیولوژی بخوانیم ببینیم که سرخس‌ها ها چی نباتاتی هستند چی ساختاری دارند چگونه تکثیر پیدا میکنند و در کجاها این نباتات ما و شما میبینیم و آیا این نباتات نقشی در زندگی ما و شما داره یا نداره نباتات وعایی همونطور که وعایی را میگیم پس ما و شما به این نتیجه میرسیم که حتما اینا انساج انتقالی را خواهد داشت یعنی زایلم و فلویم ها خب مشخص شده انساج و اجزاء مخصوصی برای انتقال مواد داره خب انساج و اجزای مخصوص چیه؟ بله همو زایلم است. انساج زایلم برای انتقال آب و مواد از ریشه به برگ به کار میره زایلم ها مانند نل ها در یک ساختمان هستند که آب از بیرون به داخل منازل ما و شما میاره پس زایلم ها همین مواد که برای یک نبات میشه آب و منرال ها از خاک میگیره و در سر تا سر گیا بالا میره و به برگ میرسانه اما فلویم چی هست؟ فلویم همون نعل دیگه ای در ساختمان هست که پساب آبهایی که از حمام، از آشپزخانه و از جای دیگه در منزل جمع میشه به بیرون از منازل ما و شما انتقال میدن یا به داخل چاه میریزن انساج فلویم برای انتقال گلوکوز از برگ به ریشه به کار میره جهتش هم از بالا به پایین هست چرا که در فرایند فتوسنتز یا ترکیب زیایی نباتات در برگ ها گلوکوز هم می ساخت و این گلوکوز باید به با تمام حجرات یک نبات برسه که این کار انساج فلویم انجام میده خب این نباتات وعایی یا نباتات انتقالی به دو گروه وعایی بدون تخم و وعایی تخمدار تقسیم میشه که ما و شما امروز فقط نباتات وعایی بدون تخم یا همون سرخسا را میخوانیم نباتات وعایی بدون تخم در گذشته تعداد از اونها بسیار بسیار زیاد بوده اما امروزه بسیاری از این نباتات از بین رفتن این انساج این نباتات انساج وعایی یعنی زایلم و فلویم ها را داره اما اینا دانه دیگه تولید نمی کند اگر اینا دانه تولید می کردن جز نباتات وعایی دانه دار یا تخمدار بودن اما اینا دانه تولید نمی کند. چگونه اینا تکثیر پیدا می کنه باز یک کم پیشتر با یک دیگر یاد می گیریم خب ما گفتیم که اشاره کردیم که در گذشته تعداد از اینا بسیار زیاد بوده به طوری که طول بعضی از آنها به سی متر هم میرسیده یعنی تقریبا به اندازه یک درخت بسیار کلان بسیاری از نباتات وعایی بدون تخم امروزه از بین رفتن اما چی شده که این نباتات از بین رفته همه شما عزیزان میدانید که محیط زیست یا اکوسیستم های موجودات زنده در کره زمین در حال تغییر هسته و این تغییر بخواه یکی از دلایلش به خاطر گرمای زمین هست کره زمین در حال گرم شدن هست به دلایل مختلف که شما شاید در کتاب ساینس در سالهای گذشته ایره خاندید آلودگی های محیط زندگی ما و شما زیاد شده دودهایی که از کارخانه ها، فابریکه ها و معادن و کوره ها و موترها و وسایل نقلیه به محیط اضافه میشه سبب گرم شدن دمای کره زمین میشه علت دیگرش سوراخ شدن لایه اوزون هسته لایه اوزون یک لایه هسته که در اطراف زمین یا جو زمین مانند یک سپر دور تا دور کره زمین گرفته و مانع عبور اشعه های یا پرتوهای زیانبار خورشید است ان در سالای آینده شما ای خود لایه اوزون هم از نظر ساختمان کیمیایی و هم از نظر خواص فیزیکی مطالعه می کنید و هم راه های جلوگیری از ای آسیب لایه اوزون و تاثیرش چون به طور کامل می خوانید من یک اشاره بسیار کوتاه کردم که این لایه اوزون سوراخی که ایجاد شده سبب شده که پرتوهای زیان بخش خورشید از او عبور کنه و به زمین برسه یک پرتوهای خورشید را در علم فیزیک تجزیه می کنند می تمام پرتوهای خورشید مفید نیست یک سری پرتوهایی هست که برای موجودات زنده مضر هست و سبب امراض من جمله سرطانهای پستی یا جلدی میشه که امروزه این بیماری ها یا امراض سرطانی که در حال افزایش هست یکی از دلایلش عبور پرتوهای فرابنفش یا پرتوهای زیانبار خورشید هست خب اینا باعث شده که محیط زیست و دمای کره زمین در حال تغییر باشه و بسیاری از موجودات زنده از حیوانات و نباتات آنهایی که توانایی تغییر یا سازگاری با محیط نداشته باشه تاثیر بپذیره و کم کم آنها از بین برند اما نباتات وعایی چه ویژگی هایی را داره یکی از مهمترین سختی که در کشور ما و شما در فصل زمستان برای گرم کردن منازل استفاده میشه زغال سنگ هست به طوری که در کشور عزیز ما و شما معادن بسیار زیادی از زغال سنگ هست اما تا کنون فکر کردید یا میدانستید که ای زغال سنگ چگونه به وجود می آید حتما در ساینس های سنوف سالهای گذشته استادای مهربان و دلسوز برای شما تشریح کردند که این زغال سنگ از بقایای درختان و نباتاتی هست که در گذشته های بسیار بسیار دور از بین رفتن و توسط آب و سیلاب ها به روی یک دیگر انباشته شده به مناطق دوردست برده شده و طی سالیان دراز طول کشیده تا تبدیل به زغال سنگ شود اما ما و شما امروز یک نکته جالب را میخوانیم در رابطه با اینکه که منشه بیشتر یا اغلب این زغال سنگ چنون نباتی است بخش زیادی از زغال های امروزی از بقایای نباتات وقایی بدون تخم است. این یک زنگ خطری هم برای ما و شما هست. چرا که بسیاری از نباتات وعایی بدون دانه یا نباتات وعایی بدون تخم در گذشته از بین رفتن یعنی ما و شما اگر در مصرف زغال سنگ یک سیاست یا یک برنامه ای را در پیش نگیریم در آینده با کمبود ای منبع عظیم سوختی مواجه خواهیم شد انشاءالله شما شاگردای خوب در را به خوبی بخوانین و به یک انجینر صاحبای خوبی تبدیل شوید که بیایید و چرخ صنعت کشورتان به کمک زغال سنگ بهتر بچرخانید و از سوخته جایگزین برای زغال سنگ استفاده کنید خب این گروپ از نباتات شامل سرخس ها دومسپان و کلب موسس است سه گروپ از نباتاتی رو که امروز ما و شما یاد میگیریم مربوط به نباتات وعایی بدون تخم است سرخس ها دومسپان و کلب موسس ها چی مثالی داشت هارن ورس و لیور ورس و خود خزه او سنبات غیر وعایی بودن این سنبات وعایی هستند اما بدون دانه یا بدون تخم سرغس ها دومسبان و کلب موسیس ها اما شاگردان خوب اگه ما و شما تصویر یا عکس از این نباتات ببینیم در به خاطر سپردن از اونها راحتتر خواهیم بود یعنی ما چیزی رو که می کمتر فراموش می حالا ما در اسلاید عکس یا تصاویر این نباتات غیر رو برای شما نشان میدیم این برگ های بزرگ سرخس ها هستند و این نباتات دیگه که دارای یک رشته های نازک قهوه‌ای رنگ و شطوری رنگ هسته کلب موسس ها هسته و دومسپیان این دومسپیان هسته که به دلیل شباهتش و دوم اسب تحت عنوان دوم نام داره خب این تصویرم هم ما برای شما شاگردای خوب آوردیم که شما ببینین و به خاطر بسپارید اما خود سرخص ها که گروه اصلی نباتات غیر هست در مناطق مرتوب رشد می کند یعنی جایی که رطوبت وجود داشته باشه پس ما انتظار نداریم این نبات در مناطق خشک و بیابانی ببینیم خب این نباتات دارای برگ مشخص دنبرگ دراز هست و ساقه زیرزمینی یا ریزوم دارد دقت کنید شاگردا ریزوئید مربوط به خزه ها بود اما ریزوم مربوط به سرخص ها هست به صورت یک برگ های درازی که مستقیم به کمک دنبرگ خودش به ساقه زیرزمینی متصل هست خب اما این سرخص ها که دانه تولید نمیکنه چگونه اینا تکثیر پیدا میکنن خب این نباتات تکثیر زوجی و تکثیر غیر زوجی دارند. اگر دقت کنید در هر برگ سرخص یک پندک های یا قهوه رنگ شما یا نسواری رنگ گفته میشه میبینید هر کدام از این پندک ها محل تجمع تعداد بسیار زیادی از هاگ هست که این هاگ ها پاره میشه با پندگ ها پاره میشه و این هاگ ها در فضا آزاد میشه اگر این هاگ در فضا بر روی یک خاک قرار بگیره خاک مرتوب رشد میکنه و یک نبات جدید را به وجود میاره که همون تکسر زوجی میشه اما در تکسر غیر زوجی که در جلسه گذشته مفصل خواندیم از راه قلم زنی جوان زنی, پیون زنی و تکه تکه شدن این نبات تکسر غیر هم داره هر بخشش که جدا شوه و در مجاورت خاک قرار بگیره یک سرخص جدید را به وجود میاره برعکس نباتات وایی که سرخص ها بودن که دانه تولید نمی کردن ما نباتات دیگری به نام نباتات تخمدار داریم که انشاءالله این نباتات ویژگی ها و ساختار این نباتات در جلسه آینده می خانیم. اما یک نکته کلی و یک موضوع کلیش باید ما و شما همینجا یاد بگیریم و او این هست که نباتات تخمدار چون دانه تولید میکنه و وسیله دانه تکثیر پیدا میکنه خب این نباتات تخمدار که تعدادش بسیار فراوان هست و شامل تمام درختان میوه در اطراف ما و شما و درختان همیشه سبزی مثل کاج و سرو و سنوبر و ما بقیه درختان مخروطیان و بازدانگان همه از اینا جز نباتات تخمدار هست خب این نباتات برعکس سرخص ها اینا هم ریشه ساقه و برگ حقیقی دارن و انساج وعایی یا انساج انتقالی دارن ما گفتیم اینا دانه تولید میکنن یک دانه خودش شامل امبریو یا جنین نبات است شما میدانید که دانه نباتات یک پوشش سختی داره که زمانی که ما این دانه را بخوایم در کشاورزی استفاده بکنیم باید یا بهتر او را در داخل آب قرار بدیم تا او پوشش سخت و چوبیش از بین بره و یا در زیر خاک که قرار دادیم آب بریزیم خاک مرتوب کنیم تا این رطوبت سبب شکافته شدن این پوسته دانه بشه تا جنین یا امریایی که در دا داخل از این دانه به خواب یا به حالت نهفتگی رفته بوده بیدار شوه و رشد کنه و جب... جوانه بزنه اما این نباتات داندار شامل نباتات ظاهر البذر و نباتات مخفی البذر هسته که در جلسه آینده ما و شما میخوانیم همه قدر بدانید که نباتات ظاهر البذر مثال برای او هم درخت کاج سر و یا سنوبر هست و نباتات مخفی البذر درختان میوه هست سب و درختان ناک و هر میوهی که ما و شما دوست داشته باشیم خب شاگردای خوب در این جلسه ما نباتات وعایی بدون تخم با یکدیگر خواندیم و قدری از نباتات تخمدار هم یاد گرفتیم ان تا جلسه بعدی این درس را به خوبی بخوانید چون اینا مانند حلقه های یک زنجیر در یکدیگر ارتباط داره هم خزاها یعنی نباتات غیر وعایی را مطالعه داشته باشید و هم نباتات وعایی بدون تخم یاد دانه به نام سرخساره که انشالله در جلسه بعدی که نباتات دانه داره میخوانیم تفاوت های اونا را به خوبی ما و شما یاد بگیریم همه شما شاگردای خوب و عزیز خدا به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدایا رو نگهدار شما